سلام افغانستان، سلام کابل، سلام خدمت تمام وطنداران عزیزم. خوش آمدیم به استیج بزرگ رو در رو، جایی که دو فامیل عزیز مهمان برنامه شدن که به خاطر گرفتن 500,000 افغانی با همدیگر رقابت کنن. یک سلام گرم خدمت شما دوستای عزیز. بریم استقبال گرم داشته باشیم از دو فامیل عزیز که مهمان برنامه شدن. نخست فامیل سلطانی، دوستا خوب تشریفشون کنید. دست سرتیمشان رضای عزیز هست. رضا جان خوش آمدی به برنامه. خودم معرفی کن و اعضای همیت خوششیره و خوشلبخند تیمت. تشکر، سلامت باشین. علیرضا سلطانی هستم، فارغ التحصیل رشته حقوق و سرتیم خانواده سلطانی. اعضای تیم ابوالفضل جان محصل رشته کامپیوتر ساینس پسر عمه هستند و ذبیح الله جان برادرم هستند، فارغ التحصیل از رشته اقتصاد. بسیار خوش آمدید. از اول برنامه که ذبیح آمده، مرا با یک نگاه سیل میکنه که داخل اون نگاهش یک گپ هست. اما گپ بگو. چیزی نیست؟ مقبول است. خب، چشمایتان مقبول است. خوش آمدین دوستا، تشریفشون کنید. من طرف فامیل صمیمیت که همیشه آرزو میکنم صمیمی و دوستیتون پایدار باشه که سرتیمشان رحمت عزیز است. رحمت جان خوش آمدی به برنامه. خدا معرفی کن و اعضای تیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام تقدیم میکنم به شما شمجان عزیز، تیم مقابل و تمام بیننده های عزیز که همکنون ما را از پرده های تلویزیون طلوع تماشا میکنند. رحمت میخیل هستم، فارغ التحصیل رشته اقتصاد میباشم و همچنین سرتیم تیم صمیمیت هستم. دوستای ما همراهیم، هدایت جان فارغ التحصیل رشته ژورنالیسم، مجیب جان همچنان فارغ التحصیل رشته انجینری میباشه. دوستا خوش آمدین، تشریفشان کنید. شروع میکنیم برنامه را با نام یاد خدای مهربان که آرامش بخش وجود و تن و روح و روان ماست و از دو سرتیم خواهش میکنم تشریف بیارن سوال اول برنامه را جواب بدن. دوستا تشریفشان کنید. خوش آمدین. آماده هستین؟ سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که چند جواب گرفته؟ 7 جواب. اسم دخترانه را نام ببرید که با حرف عین و الف شروع میشه. رحمت عزیز 3 ثانیه زمان دارید. عایشه. عایشه. عایشه هست؟ عایشه نام کی هست از دوستا؟ عایشه همینطور آمد در ذهنتا؟ بله. عایشه از دوستا؟ عایشه بلندترین امتیاز را گرفتی. رحمت جان مشوره تو میری یا واگذار میکنی سواله؟ میرم. تشکر رضای عزیز. بفرما هدایت عزیز. چیز رحمت جان کاکا هدایت جان، اسم دخترانه را نام بگی که با حرف عین و الف شروع میشود. آبده. آبده هست؟ آبده؟ آبده بود جواب کار بود جان. چرا نگاه های خیلی خشمگین برام میندازی؟ ندارم. نه نداری؟ شاد هستم. خب اسم دخترانه رو نام ببر که با حرف عین و الف شروع میشه. عاطفه. عاطفه؟ بله. ای شوخک هست؟ عاطفه بود جواب کار. رحمت جان اسم دخترانه رو نام ببر که با حرف عین و الف شروع میشود. آلیه. هست آلیه دوستا؟ آلیه داریم؟ آلیه بود جواب کن. تو که هدایت اسم دخترانه رو نام ببر که با حرف عین و الف شروع می شود. عادله. 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 نام خدا کل نامای دخترها رو یاد داریم. هست عادله؟ عادله بود. بودی جان اسم دخترانه رو نام ببر که با حرف عین و الف شروع می شود. عاقله. عاقله هست؟ عاقله بود جواب کن. یک جواب مانده. رحمت اسم دخترانه را نام ببر که با حرف عین و الف شروع شود. 5 ثانیه. دوستا بشماریم. 1 2 آسمه. آسمه. صبر کنی آسمه را گو. با آسمه هم اجازه بدیم که همینجا نامش هست یا نه. دوستا برادرک اسم کدامتان آسمه است؟ هست آسمه؟ نبود. کاکا هدایت اسم دخترانه را نام ببر که با حرف عین و الف شروع شود. حاضره. حاضره. حاضره؟ داریم اسم دخترانه حاضره؟ هست حاضره؟ مشورت کنه فامیل سلطانی. مشورت کنیم بعد یک جواب از سرتیم ما پرسان میکنم. درست است؟ مشورت کنیم. مجیب جان اسم دخترانه را نام ببرید که با حرف عین و الف شروع میشود. آسیه. آسیه. نبود. او کنه دوستا. رضا جان مشورت کردیم؟ بله.
اسم دخترانه را نام ببر که با حرف عین و الف شروع شود. عارفه. 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 فامیل سلطانی با گرفتن یک جواب امتیازه کامل گرفتن. امتیازه کامل سوالی که 100 امتیاز داشت. سوال دوم میریم. از نفرای دوم کاکا هدایت و ابوالفضل جان خواهش میکنم تشریف بیارید. دوستا تشریف کنید. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که چند جواب گرفته؟ 6 جواب. حیوان بزرگتر از یک مرکب را نام ببرید. ابوالفضل جان. بزرگتر از یک مرکب؟ بله. فیل. فیل. فیل هست؟ فیل. جواب آخر. کاکا هدایت شانس داری. حیوان بزرگتر از یک مرکب نام ببر. اسب. 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 جواب اول بیشترین امتیاز. میرون یا واگذار میکنی سوال؟ میرم. تشکر ابوالفضل عزیز. مجیب جان، حیوان بزرگتر از یک مرکب نام بگی. قاطر. قاطر؟ بله. بچه خاله مرکب میشه. همون تو هست؟ نه خوب. هست قاطر؟ قاطر. فرق دارم با هم. رحمت جان، حیوان بزرگتر از یک مرکب نام ببر. گاو. 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 گاو هست؟ گاو. بود. تو که داد. حیوان بزرگتر از یک مرکب نام بگی. شتر. 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 بود. یک جواب مونده. مجید جان، یک حیوان نام بگی که بزرگتر از مرکب باشه. گاوز. هست؟ گوز میتونه باشه؟ نبود. رحمت جان، یک حیوان بزرگتر از مرکب نام بگی. زرافه. آفرین، گفت. نقل دوست ما را گفت. دوستا نقل نتین خواهشن. زرافه. زرافه. امتیازهای کامل فامیل صمیمیت با شنیدن یک نقل خیلی عموت و شیرین و مقبول، امتیاز آمد طرفشان، 100 امتیاز گرفتن. دوستای عزیز، یک همکار خیلی عزیز ما میگه یک درنگ کوتاه، ولی من میگم بعد از درنگ تا میتونی بدرنگ. وقفه. بچه‌ها و وطن‌دارای بی‌نهایت مهربانم، به مرحله اول قبل از این تشکر از همیان برنامه اکول حلیترین، خوشمزدترین و خوشتمترین مزره در بین انرژی ها داره که ساخته شده حصاری جرمنی هست و کیفیت از آن اکسبول است. اکسبول در 4 فصل سال نوش جان کرده میتونین. اگر میخواین لبخند زیبا داشته باشین، اکسبول نوش جان کنین. بریم سراغ سوال سوم. شما هم نوش جان کرده میتوانین. بگیرین دیگه. وقت که بازش کردین بگیرین. نوش جان، نوش جان. سوال سوم از نفر سوم پرسان میکنم. زبی جان برای مجیب عزیز دوستا تشویقشان کنین. آماده هستین؟ بله. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که چند جواب گرفته؟ 5 جواب. دلیلی را نام ببرید که باعث به تعویق افتادن پرواز طیاره میشه. زبی جان. هوا خراب بودن، طوفان بودن. آب و هوای نامناسب میتونه باشه دوستا؟ آب و هوا. آب و هوا. بلندترین امتیاز. مشورت کنم میر یا واگذار میکنم سوال هم؟ واگذار کردم. بسیار سوال آسان بود. بفرمو مجیب جان، یک ریسک بسیار کلان کردیم. رحمت جان، سوال فامیل سلطانی به شما واگذار کرد. یک دلیل نام ببرید که باعث به تعویق افتادن پرواز طیاره میشه. مشکل تکنیکی طیاره. مشکل تکنیکی، مثلا تایرش غار شده باشه، پرواز کردن نتونه. چون وقتی نشست و برخواست هم میشه. دقیق. هست مشکل تکنیکی؟ مشکل تکنیکی بود. کاکا هدایت، دلیل نام ببر که باعث به تعویق افتادن پرواز طیاره میشه. بودن اشخاص بلند پایه. بودن اشخاص بلند پایه. مثلا یک آدم مشهور داخل طیاره باشه و از نشق گیرنگی کنه که پرواز بگن کنسل است. نمی دخم؟ هست؟ نبود. مجید جان، دلیلی را نام ببرید که باعث به تعویق افتادن پرواز طیاره میشه. روزهای برفباری. روزهای برفباری. بله. دلیل اول چی بود؟ آب و هوا. هست؟
نبود. فامیل سلطانی مشورت کنیم با عزیزا جان ما جواب خرسان میکنم. رحمت جان یک دلیل نام بگی که باعث بد تعویق افتادن پرواز طیاره میشه. نظر به مشکلات امنیتی فرض مثلا مشکلات امنیتی بله. بعضی کشورها هست که وقتی مشکل امنیتی داشته باشن سایه هوایی خود ممنوع میکنن. هست مشکل امنیتی بود جوابتان. کاکا هدایت دلیل نام ببرید که باعث بد تعویق افتادن پرواز طیاره میشه. دلیل داشتن تکت. خود طیاره به خودش تکت میگیره. هست نبود. مشورت کردین؟ نامناسب بودن میدان هوایی یا لغزنده بودن میدان هوایی نصیبش. نمیفهم جوابتون شاید باشه شاید نباشه. هست نبود. امتیاز اومد طرف فامیل. صمیمیت جمع امتیازاتون شد 236. و جوابایی که مانده رو با ما یک جا دوستا بلند بخونین. نمبر 5 ناوقت آمدن پیلوت. نمبر 4 کمبود مسافر. سوال چهارم ما سرنوشت یک فامیل برنده میسازه که 300 امتیاز پوره داره و این سوال ما از دو سرتیم ما پرسان میکنم و خواهش میکنم دوستا تشویقشان کنید که تشویق کنید. بفرمایید. سوالی که از شما پرسان میکنم بین 100 نفر سروی شده که 3 جواب گرفته. لبنیاتی را نام ببرید که همراه نان خوش. سوالم تکمیل نشده بود. رحمت جان. دوستان عقلت 3 ثانیه زمان داری. رحمت عزیز. یک ماست. ماست. ماست هست؟ نه. رضا جان سوالم کامل میخوانم. لبنیاتی را نام ببرید که همراه نان خشک خورده می شود. پنیر. پنیر. چه قوا شیرینش میگه پنیر. ما پنیر یا او پنیر؟ نه او پنیر. او پنیر. هست. پنیر. پنیر. بلندترین امتیاز رو گرفتی. مشهور تو میری یا واگذار میکنی سوال؟ میرم. تشکر رحمت عزیز. ابوالفضل جان لبنیات یه نامی که با نان خشک خورده میشه. مسکه. مسکه؟ نانم گرم باشه مسکرم سرش چرب کنی باز نوش جان کنی همراهی امو چای سیاه هلداری که من میگوی. مسکه هست؟ مسکه. زبی سوال پیش واگذار کردی. اگه این سوال جواب بدی امتیازانی طرفت و فامیل سلطانی برنده میسازی. لبنیات یا نام ببر که همراه نان خشک خورده میشه. ملایی. قیماق. نمبر 3 قیماق یا ملایی. قیماق. فامیل سلطانی جوابای کامل سوال چهارم گرفتن و برنده مرحله اول شدن. دوستا خوب باز تشویق و اشتراکشون کنید. تشکر از شرکت خالد لمر به خاطر هدیه دادن و تحفه دادن دو موبایل اسمارت و یک موبایل ساده به فامیل برنده ما. جدیدترین و مدرنترین مرکز فروشات موبایل نمایندگی کارتی 4 خالد لمر. خرید از نمایندگی جدید خالد لمر شامل تحایف و تخفیف های حیرت انگیز شوید. خالد لمر یگانه مرکز فروشات موبایل با استانداردهای جهانی در سطح افغانستان. شرکت تجارتی خالد لمر نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در افغانستان. شرکت خالد لمر دارنده موبایل های خیلی با کیفیت بالا، تچ عالی و آنتن‌دهی فوق العاده است که هر شب به فامیل برنده ما دو موبایل تحفه میده که یکیش 4 سیم کارت است با تچ فوق العاده و یک موبایل خیلی ساده و مقبول است که دارای 2 سیم کارت است که آنتن‌دهی فوق العاده داره. رضا یک رقم منتظر ما هست که بیایم زود موبایل ها را بتون برش. خدمت شما رضا عزیز مبارکتان باشه. 2 عدد موبایل و مبلغ 10,000 افغانی از طرف برنامه زیبای رو در رو به فامیل برنده ما اهدا میشه. اجازه تن هست که ما به زبی جان تقدیم کنم؟ بله. نه بله تا واقعا بگو بدم. بله. میگه بله بله. مبارکتان باشه. یک مشوره خیلی کوتاه کنیم. 2 نفر انتخاب کنیم به خاطر پاسخ دادن به سوالات مرحله دوم مزود برمی‌گردیم. درست است؟ تشکر از فامیل صمیمیت. انشالله که همیشه از صمیمی باشین. خنده کنیم و من جز دوستایتان کم کم شده میگه. انشالله من جز همین صمیمیتان باشم. خیلی خوشحال شدم برنامه عالی داشتیم امشب. دیگه حرفی پایان باشه کمره ها در اختیارتان. یو پیام لرم زوانان تر طول زوانان ته البته د نور او د اهداف لپاره پل مگر زی خپل هدفونه ته کار وکي مبارزه وکي مبارزه وسیږي مطمئنه وسیږي خپل هدف ته په معین وخت کې رسیږي. مننه دوستا تشویق جان خوش آمدین به برنامه. خب مسرت کردین کیا هستن؟
خودم هستم از زبی حالا جان. خودت از زبی جان بفرمایید بفرمایید. دوستا تشویقشان کنم. کدامتان سوالات مرحله دوم اول جواب میتیم و کدامتان میرن اتاق آرام؟ زبی حالا جان جواب میتونم میرم اتاق آرام. خب بفرمایید. دوستا تشویقشان کنم. زبی جان به حساب خیاطی اون متر رو تکن و دوستا وقت رو اعلام کن. یک وقت کوتاه داریم دوباره زود برمیگردیم. بتنداره ازم خوش آمدیم به مرحله دوم مرحله 500 از رفتنی. زبی عزیز تبریکتان باشه، مرحله اول در سوال چهارم برنده شدین. در این مرحله من 20 ثانیه برات زمان میتونم، 5 سوال پرسان میکنم. آماده هستی؟ بله. همکاره عزیزم 20 ثانیه را آماده کنین به زبی جان. بخشی از یک خانه را نام ببرید که جاروب نمیشود. حولی. دلیل را نام ببرید که باعث شهرت یک شخص میشود. شهرت بگذر. بجز چاقو چیزی را نام ببرید که نوک تیز داشته باشد. چنگال. شخصی را نام ببرید که معمولاً به او دروغ میگوید. بگذر. موادی را نام ببرید که به شیر شباهت دارد. شیر شباهت دارد. ثانیه هایت پوره شد. زبی جان بیا دوستا تشویق کنه زبی عزیزم. زبی جان خیر است. نفس عمیق بکش. اینال سوال اول پرسان کردم بخشی از یک خانه را نام ببر که جاروب نمیشود. خودت جواب دادی؟ حولی. حولی جارو نمیکنن؟ دوست عزیز از این به بعد حولی جارو نکنین، صافی کشش کنین. اما تو هست؟ چند امتیاز داره حولی؟ صفر. سوال دوم پرسان کردم دلیل نام ببر که باعث شهرت یک شخص میشود. دست آخرم ثانیه ها باقی نموند که دوباره پرسان کنم. چند امتیاز میگیری زبی جان؟ صفر دیگه. صفر است. سوال سوم پرسان کردم که بجز چاقو چیزی نام ببرید که نوک تیز داشته باشد. شما گفتین؟ چنگال یا همون پنجه که بعضی ها در چشمی ها که دیگه خود میزنن. مذاق میکنم مخصوصا. چند امتیاز داره؟ 9 امتیاز. برا خوب از صفر نگرفتی، همین نورک رو گرفتی. سوال چهارم پرسان کردم شخصی نام ببر که معمولا به او دروغ میگوید. در زندگیت هیچ دروغ نگفتی؟ به هیچ کس؟ دروغ گفتیم خواه. خب یک نهید میگفتی، یک نام میگفتی. چند امتیاز داره بگذرت؟ صفر. سوال پنجم هم گفتم موادی را نام ببر که به شیر شباهت دارد. ثانیه ها پوره شد، جوابی ندادی. چند امتیاز داره؟ صفر. برو چی یک امتیاز رو گرفتی؟ 191 امتیاز به رضا ماندی. انشالله موفق باشی، مرحله اول هم مبارکتان. بسیار خوش آمدی، بفرمایید. از دوست دیگه ما خواهش میکنم تشریف بیارن و 5 سوال تکراری جواب بدن. دوستا تشویقشان کنم. رضا جان خوش آمدی. رضا جان میفهمی زبی چند امتیاز گرفت؟ چند امتیاز؟ خب برو یک حدس بزن. 100 امتیاز. 90 امتیاز. 190 گرفته. یکش هم اوسوکو، صفرش هم اوسوکو. چند امتیاز میشه؟ 9 امتیاز. 9 امتیاز، آفرین. آماده هستین؟ بله. همکارای عزیزم 25 ثانیه رو به رضا جان آماده کنید. بخشی از یک خانه را نام ببرید که جاروب نمیشود. دهلیز. دلیل را نام ببرید که باعث شهرت یک شخص میشود. صدای خوب. بجز چاقو چیزی را نام ببرید که نوک تیز داشته باشد. سوزن. شخصی را نام ببرید که معمولا به او دروغ میگویید. همسر. موادی را نام ببرید که به شیر شباهت دارد. به شیر شباهت دارد. ثانیه هایت پوره شد. بسیار زمان داشتی. دوستا تشکر کنید رضای عزیز. بیا. ما رسیم شاید یک جواب بتیم. خب خیر باشم. رضای عزیز سوال اول پرسان کردم که بخشی از یک خانه را نام ببرید که جاروب نمی شود. شما جواب دادین؟ دهلیز. دهلیز کسی جارو نمی کنه؟ یا یه هم باید صافی کنن مثل زبید. شاید بعضی وقتا یادشان بره. چند امتیاز داره؟ صفر. بلندترین امتیاز چت خانه است. درست است؟ درست. سوال دوم پرسان کردم دلیلی را نام ببرید که باعث شهرت یک شخص می شود. شما گفتین؟ صدای خوب. چند امتیاز داره صدای خوب؟ 13 امتیاز. و بلندترین امتیاز کار عجیب یا متفاوت بود که میتونه یک نفر را زود به شهرت برسانه. سوال سوم پرسان کردم بجز چاقو چیزی نام ببرید که نوک تیز داشته باشد. شما گفتین؟ سوزن. چند امتیاز داره؟ 35 امتیاز. بلندترین امتیاز هم همین سوزن داشت. سوال چهارم پرسان کردم رضا جان که شخصی نام ببر که معمولا به او دروغ میگویید. خودت جواب دادی؟
همسر. چند امتیاز داره همسر؟ 19 امتیاز. و بلندترین امتیاز حدس میزنی چی باشه؟ پدر. پدر بعضی وقتا میشه که از ترس براش دروغ بگه. من از همینجا از پدرجانم خیلی معذرت میخوام که زیاد دروغ گفتیم براش. سوال پنجم پرسان میکنم که موادی رو نام ببرید که به شیر شباهت دارد. ثانیه هایت خیلی زیاد بود. چند امتیاز میگی؟ 0. 76 امتیاز گرفتی رضا جان. و بلندترین امتیاز او رنگ بود. رنگ سفید. درست است؟ رضا جان در عرصه های بعدی زندگیت موفق باشی، با آرزوهایی که دوست داری برسی. خوش آمدی رضا جان. بفرمایید رضا جان. رضا جان تشکر از همیان برنامه. اکسبول قوی ترین، خوشمزه ترین و خوشتن ترین مزه را در بین انرژی ها داره که ساخته شده حصاره جرمنی هست و کیفیت از آن اکسبول است. اکسبول در 4 فصل سال با طعم‌های مختلف شما وطنداری عزیزم نوش جان کردن میتوانین. اگه میخواین شاد باشین، سرشار از نشاط و انرژی باشین، پس اکسبول نوش جان کنین. شرکت خالد نمرد یگانه نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در افغانستان. از خالد نمرد همه برند های مشهور موبایل جهانه به دست آورده میتوانین و در کمترین وقت میتوانین شما با شعبه های خالد نمرد در ولایت زیبای کابل و ولایت های دیگر ما موبایل هایتان رو ببرین و در کمترین وقت موبایل های خود ترمیم کنین. و میگه اگه آرزوی در دلت افتاده او تصور میکنی، او در وجودت پرورش بده و خداوند او به او آرزو رو به تو میرسونه. تشکر از تمام شما که با برنامه حضور پیدا کردید. تا فردا شب که باز من مهمان خانه هایتان میشم، شما رو به الله یکتا و بی همتا میسپارم. شبتان بخیر.